دوستان گرامی، خیلی سپاسگزارم از همه شما برای اینکه دنبال میکنید این برنامه ها رو و امیدوارم که بتونم کمک بکنم به شناخت بهتر اونچه در زبان عمومی، در فضای عمومی خیلی دربارش صحبت میکنیم ولی در عمل بسیار شناخت اندکی ازش وجود داره. خب یک نکته رو پیش از همه چیز بگم که من یک مقاله رو در سال 2009 نوشتم که در مجله ایران نامه منتشر شد و در اون مقاله است درباره آخرالزمان‌گرایی و جریان‌های آخرالزمانی رو همین انجمن حجتیه، جریان همین آکادمی میرباقری و جریان احمدی نژاد و اینها رو در اون در حقیقت یک تصویر کلی ازش دادم. دوستان اگر به این مقاله نگاه بکنند میتونن یک اطلاعاتی رو در پیدا بکنن که شاید به سودشون باشه و همینطور هم میتونن به منابع اون در حقیقت رجوع بکنن و اطلاعات دقیق تر و علمی تری به دست بیارن. اجازه بدین که من این لینک اون چیز رو اینجا بگذارم برای شما. بله. این لینک دانلود کتاب از ورای حجاب رو که مقاله آخرالزمانی در اون آمده در این کانال تلگرام پیدا کنید. خب اصطلاح آخرالزمان گرایی رو یا آخرالزمانی رو ما در دو دهه گذشته به ویژه بسیار شنیدیم که خب گرچه خودش یک اصطلاح غربی هست، ما در برابر اپوکالیپس در حقیقت به کار میبریم، ولی به جریانهای اشاره داره که از کهن‌ترین گرایش ها و به اصطلاح طرز فکر مثل جهانبینی های بشر هستن. جالب هست که فکر دوگانه بودن منشأ خیر و شر، یعنی دوگانه باوری یا ثنویت، در ایران باستان و به ویژه در مذهب در دین زرتشتی به وجود آمده و در همین دین ما به اصطلاح یک منجی داریم که اون منجی سوشیانس هست. سوشیانس همون نقشی رو بازی میکنه که در مسیحیت مثل مسیح بازی میکنه و همون نقشی رو که در اسلام مهدی بازی میکنه. برای ایده منجی و ایده این که در نهایت تاریخ با پیکار حق علیه باطل، پیکار خیر علیه شر و پیروزی خیر بر شر و نابودی شر از روی زمین پایان پیدا میکنه، یک ایده است که زادگاهش ایران زمین هست. و خب ما به تمام جهان در حقیقت الهام دادیم این ایده. بنابراین آخرالزمان‌گرایی یا باور به این که ما در پایان تاریخ هستیم، چیزی به پایان تاریخ نمونده، یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین شکل‌های نگاه انسان به خودش و به موقعیت خودش هست. این که ما الان رو به پایان جهان هستیم، پایان جهان به زودی میرسه و با پایان جهان ما دیگه شر کاملا از روی زمین پاک میشه و خیر حاکم میشه بر جهان، نیروهای به اصطلاح خوبی و روشنایی چیره میشن بر سراسر گیتی و بعد پرده میفته و تئاتر تاریخ به پایان میرسه. خب مسیح اساساً با چنین وعده‌ای به اصطلاح ظهور کرد. خود قرآن، اسلام یک دین آخرالزمانی است، اقتربت الساعه، یعنی به ما به پایان جهان نزدیک میشیم. و بعد جریان‌های آخرالزمانی در ادیان مختلف، در گرایش‌های مختلف به صورت‌های مختلف بودند. در عصر جدید آخرالزمان‌گرایی یک پدیده کاملا مدرن هست که گرچه بسیاری از عناصر سنتی خودش رو داره ولی به طور بنیادی تحول پیدا کرده. هم اشکال دینی آخرالزمان‌گرایی و منجی باوری و هزار گرایی دگرگون شده و هم اشکال سکولاری
از به اصطلاح آخر زمان گرایی به وجود آمده. خود جریان های کمونیستی و اساسا جریان های توتالیتر جریان هایی هستن که معتقدن خود هیتلر چیکار میکرد؟ هیتلر داشت با یهودی ها که از نظر اون نیروی شر بودن مبارزه میکرد تا جهان رو از وجود اونها پاک بکنه و بعد حکومت جهانی تشکیل بده. این کاری بود که به اصطلاح طرح اصلی ایدئولوژی کمونیسم رو هم می ساخت. خود جمهوری اسلامی توجه داشته باشیم که وقتی ما از آخر زمان گرایی در حتی شیعه صحبت میکنیم داریم از یه طیف متنوعی از جریان های آخر زمان گرا صحبت میکنیم که با همدیگه متفاوتن. صفویه و ایدئولوژی سیاسی تشیع کاملا آخر زمانیه. این که به اصطلاح علمای شیعه، فقهای شیعه مشروعیت سلطنت صفوی رو اینطور توجیه کردن که این سلطنت به حکومت جهانی مهدی خواهد پیوست. علامه مجلسی نامه‌ای داره به شاه طهماسب که کاملا به او اطمینان میده که هیچ تردیدی نداشته باش که این حکومت به حکومت مهدی میپیونده. خب این میاد تا زمان ما و جمهوری به اصطلاح ایدئولوژی ولایت فقیه یک ایدئولوژی کاملا آخر زمانی دیگه. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار. من میتونم براتون جملات بسیاری از آقای خمینی رو بخونم که ایشون تصریح میکنه که این حکومت در حقیقت حکومتی است که زمین ساز ظهور حضرت امام زمان هست و ایشون میگه که ایشون در روز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که امروز اتفاق بزرگی افتاده و در حقیقت ما حکومتی ساختیم که به زمینه حکومت مهدی رو فراهم میکنم. حالا وقتتون رو نمیگیرم با گفته های آقای خمینی. خب بله، آقای خمینی بنابراین خودش یک آخر الزمانگرا بود، اما یه آخر الزمانگرای خاص، یعنی کسی که معتقد بود برای مهیا کردن، برای فراهم کردن، برای زمین سازی ظهور امام زمان باید حکومت دینی تشکیل داد و حکومت این حکومت رو جهانی کرد و در نتیجه امام زمان که میاد و بتونه بر به اصطلاح تخت قدرت بنشینه. آقای خمینی میگه که ما همه انتظار فرج داریم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. این تفاوت مهمه بین دو گرایش آخرالزمانی. مثلا انجمن حجتیه انتظار فرج رو انتظار فرج یعنی ظهور امام زمان رو انتظار رو به این معنا تفسیر میکرد که ما باید دعا بکنیم برای امام زمان و با خرافات که از جمله مهمترینشون بهاییت بود مبارزه کنیم. بنابراین کار خودش رو در تبلیغ دینی منحصر میکرد. ولی حالا میگم به اصطلاح کاری که انجمن حجتی معتقد بود برای آمدن امام زمان باید انجام داد، ولی کسانی مثل شریعتی از انتظار یک تفسیر کاملا انقلابی دادند و کاملا یک چیز دیگرش کردند. یعنی هم که آقای خمینی میگه انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند. یعنی هدف آقای خمینی ساختن یک حکومت جهانی بود و بعد میگه که امید است که این انقلاب جرقه و بارقه الهی باشد که انفجاری عظیم در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب حضرت بقیت الله منتهی شود. و بعد میگه که ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران در کشورهای اسلامی توجه داشته باشیم. در دید کسانی مثل آقای خمینی مثل سید قطب کشورهای اسلامی کشورهای ضد اسلامی هستند، جوامع اسلامی جوامع جاهلی هستند و باید همه اینها
اسلامی بشن. از چه راهی؟ از راه تشکیل حکومت. بدون حکومت اسلامی ایشون هیچ جامعه رو اسلامی نمیدونست. یه با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران رو در کشورهای اسلامی میشکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی است به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه میدهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح کل و امامت مطلق حق امام زمان ارواحنا فدا هموار میکنیم. خدایا انقلاب اسلامی ما را به انقلاب مصلح کل متصل بفرما. و من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا به وجود بیاد. یعنی آقای خمینی دنبال یک لشکر جهانی بود که در حقیقت با دشمنان مبارزه بکنه و ایشون رو به حکومت برسونه. یه آرزو میکنم که حزبی نام حزب مستضعفین در تمام دنیا به وجود بیاید و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی را که سر راه مستضعفین است از میان بردارند. و خلاصه باید به اصطلاح به یک سطح وسیع در تمام قشرهای انسانهای تاریخ تحقق پیدا کند که همان حزب الله است و موافق اراده خدای تبارک و تعالی است که مستضعفین وارث ارض باشند. اشاره است به آیه قرآن که و نورید و انمون نلالزین است و زفو. صبحگاه 12 فروردین پیام که در مورد رفراندوم جمهوری اسلامی میده، میگه امروز روز نخستین حکومت الله است. توجه داشته باشید، الله برای آقای خمینی در حکومت تجسم پیدا میکنه و در شخص حاکم. از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرد و زنده نگه دارد. روزی که کنگره های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست. یعنی آقای خمینی خودش رو هم ولی خدا میدونست، مثل ابن عربی که خودش رو خاتم الانبیا میدونست. میدونید که ابن عربی هم یه ادعاهای به اصطلاح گاهی ادعاهایی میکنه که مهدیه در حقیقت، و آقای خمینی هم خب خیلی ارادت داشت به ابن عربی و هیچ بعید نیست که او هم مثل ابن عربی خودش رو خاتم الاولیا میدونست و بعد تجسم اراده امت. در حقیقت خودش رو امام امت میدونست، در حقیقت کسی که پیشوای امت و تجسم به اصطلاح همه آرمان‌های امت اسلامی است. و طبیعتاً امت هم که میگیم یعنی در مرز ملی نمی‌شناسه. برای آقای خمینی مفهومی که خیلی مهم بود مفهوم ولایت، ولایت فقیه. ولایت فقیه که آقای خمینی معتقد بود هیچ نسبتی با ولایت فقهی نداشت. آقای خمینی یه برداشتی از ولایت داشت که کاملاً جدید بود. یعنی ایشون برای فقیه به یک ولایت عرفانی قائل بود. ولایت عرفانی ولایتی است که هیچ قاعده‌ای نداره، یعنی هیچ مبنایی نمیپذیره، به دلیل اینکه اون ولی، اون کسی که ولایت صاحب ولایت هست، او برخوردار از علم لدنی است و از هدایت و ارشاد مستقیم خداوند برقرار است. بنابراین هرچه آن خسرو کند شیرین بود. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. بنابراین دیگران اگر بخوان که به سرچشمه زندگی راه ببرند باید فقط از او پیروی کنند، مثل داستان موسی و خضر در قرآن. و حافظم میگه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات ترس به ترس از خطر گمراهی. خضر به موسی گفت که تو اگر میخوای دنبال من بری سوال نباید بکنی بدون هیچ چون و چرا. این ولایت، ولایت عرفانی است. میگه من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. این اجازه پرسش و اجازه به اصطلاح فهمیدن دلیل به اصطلاح امر و نهی ها به هیچ وجه مجاز نیست، در حالی که به هیچ وجه در فقه اینطور نیست. انجمن حجتی به مرجعیت باور داشت، یعنی به اصطلاح مرجعیت فقها. و یکی از به اصطلاح قواعد و اصولی که داشت این بود که اعضای انجمن باید تابع یکی از مراجع باشند و
هرگز از به اصطلاح اسلام فقهی تخلف نکنن. همیشه مسئله مرجعیت رو برجسته می کرد در حقیقت. اجازه بدید من یه بخشی از نوشته اینها رو بخونم. بله، انجمن ببخشید بگذارید که من از توی هم. بله، انجمن حجتی یک اساسنامه داشت و در این اساسنامه خب مواد مختلفی آمده بود، کمیته های مختلفی براش ساخته بودن و در حقیقت اصول و موازین اینها در اون یاد شده بود، اما با این توضیح که انجمن حجتیه تقیه رو نه تنها واجب که مجاز میدونست، تقیه یعنی که شما واقعیت رو از دیگران بپوشانید، واقعیت رو کتمان کنید، واقعیت رو نشون ندید. خب منتها خود تقیه تفاسیر متفاوتی داره. بعضی از تفسیرها تقیه فقط برای در جایی مجاز هست که شما ببینید دین در خطر میفته، نه لزوماً خود شما. مثلا آقای خمینی معتقد بود تقیه در شرایطی مجاز هست که دین در خطره، وگرنه امام حسین بر جانش رو در راه اسلام داد. ولی کسانی مثل آقای حلبی و پیروانشون در انجمن حجتیه برای حفظ جان، برای حفظ ناموس، برای حفظ در حقیقت مال تقیه رو مجاز می‌دونستن. خب بنابراین تشکیلات انجمن حجتیه، سازمان انجمن حجتیه برای به خودش حق شرعی میداد که کاملا مخفیانه عمل بکنه و اون نیات خودش رو به اصطلاح بیان نکنه. حتی در اساسنامه‌شون هم مبارزه با بهائیت به هیچ وجه برجسته نمیشه و تأکید میشه بر تبلیغ دینی، بر التزام به قوانین کشور و این حرف. طبیعتاً و تأکید بر این که این سازمان کاملا، این انجمن کاملا غیر دینی هست. خب تأکید بر مرجعیت به این معنا بود که از یک مرجع اینا پیروی نمی کنن. اینها انجمن حجتیه از حمایت مراجع مختلف برخوردار بود، گفتم از آقای خویی گرفته تا گلپایگانی و شریعت مداری و دیگران، و در نتیجه اینا زیر بار ولایت آقای خمینی نمی رفتن. آقای خمینی اولا با حلبی اختلاف بسیار شدیدی داشت بر سر این که حلبی ضد فلسفه، ضد عرفان، و خمینی مشهور به فلسفه و عرفان بود و همونطور که در اون منشور روحانیتش میگه بخواد در مدرسه فیضیه وقتی مصطفی پسرش اومد آب بخوره، ظرف کاسه غذا رو گفتن آب بکشید چون پدرش فلسفه میگه، یعنی کافره. بنابراین اینا این خصومت رو داشتن، یعنی آقای خمینی مشرب خیلی عرفانی بسیار غلیظ داره و حلبی اینها به شدت ضد فلسفه هستن و ضد عرفان. این یک. دو، اینکه آقای خمینی گرایشش به اصطلاح گرایش در مکتب فقهی قم و آشق عبدالکریم حائری پرورش پیدا کرده، مشهد اصلا از نظر فقهی یک دنیای دیگری دارن. اولا بسیار ذهن خرافی و به اصطلاح دنبال کرامات و معجزات و دعانویسی و از اینجور بساطا هستن، و ولی قم نه، خیلی به اصطلاح کمتر مایه خرافی داره. آقای خمینی مثلا خیلی معتقد به زیارت‌های طولانی و نمیدونم مشهد رفتن و جمکران رفتن از این دو داستانه که مثلا آقای خامنه‌ای خیلی داره. آقای خامنه‌ای به استخاره اعتقاد داره، به دعا اعتقاد داره. حالا یه چیزی در این پرانتز بگم بخندید، آقای رفسنجانی در خاطرات سال آخر انقلابش میگه که یک تابستانی من با خانواده‌ام با آقای خامنه‌ای و خانواده‌اش رفتیم یکی از روستاهای اطراف مشهد که ییلاقی و به اصطلاح تعطیلات تابستانی دو هفته باشیم، منزل یکی از
به اصطلاح اون روستاییان مهمان بودیم. بعد بچه پسر این پسر بچه این روستایی رو زنبور گزید و این بچه خیلی بیتابی میکرد و درد داشت. آقای خامنه‌ای گفت من اجازه خوندن یک دعایی رو دارم که اون دعا نیش زنبور رو شفا میده، درمان میکنه. و آقای رفسنجانی ادامه میده که ولی ایشان خواندن و ایشان دعا رو خواندن ولی در مثلا نیش زنبور از بین نرفت. آقای خامنه‌ای بسیار به دعا نویسی و این انگشتی که انگشتری که دستشه انگشتر شرف شمسه که یه سری خواصی براش قائل هستن و نمیدونم دعا میگیره و دعا مینویسه و خیلی به قول خودش خیلی به دعا معتقد. آقای خامنه‌ای به هیچ وجه این شکلی نبود و بنابراین این دو جهان متفاوتی داشتند. و از طرف دیگه آقای خمینی به مبارزه به اصطلاح جدی نه تنها با دولت پهلوی که اساساً با مدرنیسم باور داشت، مدرنیته، تمدن مدرن رو شر میدونست، پلید میدونست، علوم جدید رو قبول نداشت. اگر شما به کشف الاسرار نگاه کنید آقای خمینی اصلا معتقد به پزشکی جدید نیست، مثل این شیخ روغن بنفشه است که در حقیقت به چیز اعتقاد داره، یعنی در اون کتاب کشف الاسرار به طب سنتی رو به اصطلاح کارآمدتر از پزشکی مدرن میدونه. در بسیار آقای خمینی اصلا اعتقاد نداشت که زمین گرده و دور خورشید میگرده و بلکه مثل بطلمیوس معتقد بود، یعنی تا آخر عمرش هنوز اعتقاد داشت به زمین مرکزی، اینکه زمین ثابته و این خورشیده که دور او میگرده. و اصلا مثلا کیهانشناسی جدید رو قبول نداشت، از نظر ذهنی کاملا در برابر مدرنیته قرار داشت. ولی که مشهدی ها چون این چیزی روی کردی رو نداشتن، یعنی با وجود اینکه سنتی تر بودن اما استفاده از مثلا تکنولوژی مدرن، یا میگم حتی آقای حلبی نامزد شده بود برای مجلس شورای ملی، رفتن در حکومت، این به اصطلاح سازمان سیاسی مدرن رو اینها حرام و غیر شرعی نمیدونستن. این تفاوت خیلی مهمی بود و همین دلیلم آقای حلبی نیروهایی که از دبیرستانی ها و از دانشگاهی ها یارگیری میکرد و در حوزه چندان نفوذی نداشت و به عکس آقای خمینی بیشتر در میان طلاب جوان نفوذ داشت. این بود که آقای خمینی چون با شاه دشمن بود، گرایش انجمن حجتی و خود شیخ محمود حلبی رو در راستای حفظ شاه میدید و مانعی در برابر انقلاب. بنابراین با بدترین زبان و گزنده ترین لحن بارها و بارها به اونها تاخت. در یکی از معروفترین پیامهاش که پیام به روحانیته اینطور میگه، اشاره بدونی که اسم بره، اینطور میگه، میگه دسته ای از روحانی نماهایی که، ببینید اصلا اینا روحانی نبودن، روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا میدانستند و سر به آستانه دربار میساییدن. از نظر جمهوری اسلامی انجمن حجتیه با ساواک در ارتباط بود و با دربار ارتباط مستقیم داشت و سر به آستانه دربار میساییدن. یک مرتبه متدین شده، یعنی بعد از انقلاب متدین شدن و بر روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدن تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت زدن. دیروز مقدس نماهای بیشعور میگفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است و امروز میگوین مسئولان نظام کمونیست شدند. تا دیروز مشروب فروشی، فساد، فحشا، فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان را مفید و راهگشا میدانستند، امروز از اینکه در گوشه خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولان نیست رخ میدهد فریاد و اسلاما سر میدهند. دیروز حجتیهی ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را کردند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند. امروز انقلابی تر از انقلابی شدند. ولایتی های دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام مسلمین را ریختند، در عمل پشت پیامبر و اینا تهمت های خیلی سنگینه. اولا اتهامی که بهشون میزنه و بعد میگه در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستند
و عنوان ولایت برای ایشان جز تکسب و تعیش نبوده است. امروز خود را بانی و وارث ولایت کرده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورد. ببینید آقای خمینی اولا بسیار کینه‌ای بود، بسیار آدم کینه‌ای. اگر با کسی خصومت می‌ورزید، اصلا یکی از دلایل خصومت بسیار شدیدش با رضا شاه هم بر سر همون مسئله کشته شدن پدرش هست، یعنی پدر کشتگی داشت. خیلی کینه ورز بود. این کینه ورز رو آقای خامنه‌ای هم داره. هر دوی اینها به شکل بسیار وخیمی کینه ورزن، به شکل خیلی غیر عادی، بیمارگونه. و کینه‌ای که داشت نسبت به حلبی و انجمن حجتیه به او اجازه میداد که اولا بدترین دشنام ها رو به اون بده، به اونها بده، و ثانیاً اونها رو به چیزهای متهم کنه که اونها در حقیقت ادعا نداشتن. آقای خمینی، شخص آقای خمینی، من نوار ایشون رو در درس خارجش در نجف گوش کردم، ایشون معتقده که اگر شما مصلحت اسلام باشه، شما میتونید به دیگری تهمت بزنید، در حقیقت اصطلاح مباهته. مباهته یعنی که مثلا من یه نفر رو که یه آخوندی رو که با انقلاب همراهی نمی کنه و طرفدار اسلام نام محمدی نیست، من میتونم بگم این آدم دچار فساد جنسیه، او رو متهم کنم به فساد جنسی تا آبروش رو ببرم. حتی آقای خامنه‌ای در اون سخنرانی میگه که عمامش رو بپرونید. حالا این عمام پرونی هایی که این دو سه سال راه افتاده، اینا رو آقای خمینی در حقیقت چیز میکنه، خلع لباس اصلا در دوران فداییان و آقای خمینی. خب این کینه ورزی شدید اجازه نمیداد که اصلا انجمن حجتیه بتونه به شکل سابقش دوام بیاره. خب حلبی در انزوا و در غربت بسیار غمگینانه از دنیا رفت و مثل بسیاری دیگر از آدم ها، مثل راشد که اون هم خراسانی بود. و آقای خمینی حتی زمان انقلاب، وقتی انقلاب پیروز شد، آقای حلبی به پیغام فرستاد با آقای خمینی که من 30,000 نیرو به عنوان عضو انجمن آدم دارم تربیت شده و به اصطلاح آزموده و حاضرم اونا رو در خدمت انقلاب قرار بدم. آقای خمینی گفت بود لازم نکرده، ما نیازی به کادر شما نداریم. خب اینا که می اومدن تو انجمن، یکی مثل آقای سروش مثلا یک سال در دوره، پدر منم یک سال فکر کنم دو سال در زمان دبیرستانش عضو انجمن می شدن، بعد با دلایلی بیرون می اومدن. بعضی ها مثل آقای محمود صدری که در همین مصاحبهش با پرگار میگه 6-7 سال بودن. بعضی ها از انجمن می اومدن بیرون به اصطلاح تحول فکری پیدا می کردن، مثلا نگاهشون به مذهب و به مثلا عقایدشون رو عقاید متفاوتی گرایش پیدا می‌کردن. بعضیا بودن که طرز تفکر حجتیه‌ای رو تا آخر حفظ می‌کردن. تهمت، یعنی مشکلی که الان جمهوری اسلامی داره، چرا پرسیدن چرا احمدی نژاد و نمی‌دونم پایداری و فلان رو و انجمن حجتیه منتسب می‌کنه؟ ببینید، نه پایداری، نه انجمن، نه احمدی نژاد، اینا ربطی به انجمن از نظر سازمانی ندارن، بلکه از این جهت متهم میشن که از نظر جمهوری اسلامی یا آقای خمینی یا آقای خامنه ای، اینها به اسلام منهای ولایت اعتقاد دارن، یعنی در حقیقت به ولایت مطلقه باور ندارن، مثل احمدی نژاد. یا احمدی نژاد به مهدی و به ظهور و به آخر زمان باور داشت، ولی خودش رو به هیچ وجه ملزم نمیدونست که تابع بیچونه چرای ولی فقیه باشه. اینا، این رو ویژگی خاص انجمن حجتیه میدونن. انجمن حجتیه تمام اعتقادات مذهبی رو داشتن ولی به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشتن. و آقای سروش خودش یه نمونه است دیگه. من یه بار بچه طلبه بودم در قم، آقای حداد عادل فکر کنم اوائل دهه 70 بود، آقای حداد عادل اومده بود در حرم و با خیلی با خشم و عصبانیت گفت این آقای سروش ولایت فقیه رو قبول نداره. یعنی اینا مشکلشون این نیست که اینا آدم های بدی هن، کارهای بدی میکنن، مبارزشون با بهاییت اشکال داشت، نامشروع بود، نه، فقط مشکلشون اینه که چرا
از ولایت فقیه پیروی چشم و گوش بسته نمی کنن. بنابراین و هر کس که تابع ولایت نباشه، طیف‌های مذهبی که تابع ولایت نباشن، به اینها میگن انجمن حجتی، در حالی که این انجمن حجتی کاملا یک به اصطلاح به عنوان یک وصف به کار بره، به معنای این نیست که اینها واقعا هیچ گونه ارتباطی با انجمن دارن. پایداری ها که حالا اون تعدادشون که از حلقه آقای مصباح هستن، خب حلقه مصباح یه حلقه آخرالزمانی، اونها هم مثل انجمن حجتیه معتقد به مبارزه با شاه نبودن، اونها معتقد بودن که وظیفه‌شون مبارزه با کمونیسم و بهائیت. مؤسسه ساختن قبل از انقلاب به نام مؤسسه در راه حق که کارش این بود که کتاب جزوات یا کتاب‌های کوچکی رو به زبان به اصطلاح فارسی آدمیزاد در رد مسیحیت و در رد کمونیسم و در رد نمیدونم الهاد و در رد تئوری داروین و در رد بهائیت و در رد وهابیت چاپ میکردن. کارشون این بود. وقت به اصطلاح ساختمانی که اینا داشتن، معلومم قبل از انقلاب ولی بعد از انقلاب من رفته بودم، این جایی بود که آقای مصباح درس میداد و این حرفا، یعنی به اصطلاح یک اساسا یک ساختمانی بود که برای اهداف آموزشی و پژوهشی باید به کار گرفته میشد، ولی اولا به راحتی شما نمیتونستید وارد بشید، در همیشه بسته بود، باید شما رو میشناختن، کسی رو به راحتی اجازه ورود نمیدادن. یعنی حالا این که من میگم خیلی قدیمه، الان که خیلی بدتره، یعنی کاملا شبیه یک به اصطلاح تشکیلات امنیتی خودشون رو اداره میکردن. و بعدم وقتی وارد مؤسسه در راه حق میشدید، در به اصطلاح سالن ورودی پشت میز پذیرش یک ساعتی بود که این ساعت با ثانیه شمار طول عمر امام زمان رو نشون میداد، مثلا 1356 روز و انقدر انقدر ساعت، و براشون امام زمان یک به اصطلاح مسئله بود که همه دین بر پای اون قرار می‌گرفت. برای این جریان‌های آخرالزمانی اول خدا، بعد پیغمبر، بعد امام مطرح نیست، بلکه اینها از طریق امام به پیغمبر و بعد به خدا میرسن، نه از اون ور به این ور. بنابراین این امامه که میگن اگر کسی بدون ایمان به امامش بمیره، مانند این هست که نامسلمان مرده و در عهد جاهلی مرده. بنابراین این خصومت آقای خمینی با حلبی، خصومت او بود با یک طیف وسیعی از مذهبی هایی که به ولایت فقیه اعتقاد نداشتن. آقای خمینی هم هیچ باکی نداشت که هر تهمتی که دلش میخواد بزنه، مثلا طرفداران آقای خمینی به آسد محمد روحانی تهمت زدن، خود آقای خمینی با آقای خویی تهمت زد که نمیدونم از شهبانو فرح انگشتر فلان دریافت کرده. همه مخالفان خودش رو با تعابیر بسیار سخیفی نکوهش میکرد و اینها رو نه تنها به اصطلاح آدمایی که از نظر فکری با اون مخالفن، بلکه دشمنان اسلام میدونست. یه سیلی که این پدر پیرتان از این آخوندهای متحجر خورده است از دشمنان اسلام نخورد، یعنی آخوندهایی رو که مخالف بودن باهاش رو، یعنی آخوندهایی که به ولایت فقیه و اعتقاد نداشتن، از آمریکا هم خطرناک میدونست. معتقد بود که اونها نماد اسلام آمریکایی هستن. بنابراین آقای جلیلی، آقای میرباقری، آقای نمیدونم احمدی نژاد، مشائی و این تیپ ها، اینا گرایش هایی هستن که خیلی تفاوت بینشون هست. یعنی هم کاملا مثل یک حلقه هایی از رفقا یا هیئت های مذهبی هن. مثلا من خیلی وقت قدیم زمان که ایران بودم، یک شب پسر آقای شرعی که اون موقع عضو فعال جامعه مدرسین بود، دبیر جامعه مدرسین بود، که سپاهی بود، اومد خونه ما، من جوان بودم، شاید 18 سالم بود، و اومد و چند ساعت با من صحبت کرد که ما یک گروهی داریم که اینها دارن برای
ظهور امام زمان زمینه سازی میکنن و میخواست منو قانع بکنه که به گروه اونها بپیوندم. فکر میکرد که حالا چون پدر من با آقای شرعی رفاقت قدیمی داشت، منم لزوماً با او میتونم همسو باشم. و او بر من تعریف میکرد که ما اگر منتظر ظهور هستیم، یعنی چی منتظر ظهور هستیم؟ باید یک کاری بکنیم. و این باید یک کار کردن در نفرت از یک دشمن ظهور پیدا میکنه. یعنی برای ظهور امام زمان باید از دشمنان امام زمان که اونا میتونن هر کس رو بدین نام بنامن تجلی پیدا میکنه. نفرت پراکنی و بد دامن زدن به خشونت. من خیلی وقتی که این دوستمون اجازه بدید ببینم که نوشته بود کجا من در مورد مقاله آقای صدری دوست دارم بگم که کجا من اشتباه کردم. اگر دوستی که گفته من راجع به آقای صدری در مقاله به تعبیری که شما فرمودید نمیگوید که حجت به اقناع تاکید داشتند، در پرگاه بی بی سی نمیگوید. آیا نکات نادرستی در مقاله بذاریم واسه من بیارم حالا که اینطور شد؟ مقاله آقای صدری رو میارم. نه چنین نیست دوست عزیز. حالا من اصل مقاله رو میتونم بگذارم در در کانال تلگرام که وقت شما میتونم هایلایت هم بکنم. آقای صدری هم در این مقاله شون و هم در مقاله‌ای که بذارید من لینکش رو اینجا بدم براتون، شما خودتون بتونید قضاوت کنید. بله آقای صدری هم در این مقاله شون هم در گفتگوی پرگار تأکید میکنن که به هیچ وجه آقای حلبی و انجمن به خشونت مال خشونت علیه بهائیان باور نداشت. یعنی اونطور که ایشون میگه، یا حتی کسانی آمدن گفتن که ما میتونیم فلان بهائی رو شغلش رو ازش بگیریم. گفت که پس تکلیف زن و بچهش چی میشه؟ خب این حرف آقای صدری عجیبه برای من، بسیار بسیار عجیبه. ببینید آقای حلبی هم شخصا و هم انجمن حجتی سیاستش این بود که از مرجعیت و از فتاوای فقها کاملا پیروی کنه. خب در نتیجه آقای حلبی نمیتونه به هیچ وجه در مورد فقها هیچ گونه به اصطلاح نظری متفاوت با مراجع تقلید داشته باشه. خب مراجع تقلید در مورد فقها چی میگن؟ اجازه بدید که براتون فتاوای فقها رو بخونم که آقای صدری نمیدونم این رو چجور توجیه میکنن. من همین آقای خامنه ای استفتاءات خودش رو بخونم براتون و همین بعد آقای خمینی رو. این استفتاء در حقیقت خود آقای بروجردی که دیگه هیچ شکی درش نیست در ارتباطش با آقای حلبی و اینکه آقای حلبی کاملا از او حرف شنوی داشت، آقای بروجردی دقیقاً معتقده که باید از یه بهایی نجسن، باید از اونها اجتناب کرد، با اونها خرید و فروش نکرد، با اونها رفت آمد نکرد و حتی نان هم به اونها نفروخت. این آقای منتظری در خاطراتش میگه. این از آقای خامنه‌ای سوال کردن که با بهایان چگونه باید رفتار کرد. آقای خامنه‌ای فتوا داده همه پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند. ببینید وقتی که میگیم یک کسی محکوم به نجاست از نظر فقهی، که آقای حلبی قطعا همچین اعتقادی داشته، محاله که آقای حلبی غیر از این اعتقاد داشته باشه. اگر آقای حلبی بهائیان رو نجس میدونسته، یعنی اونها رو کاملا کافر میدونسته، نه کافر بازم اهل کتاب، کافر میدونسته، مشرک میدونسته و در نتیجه مال، جان، ناموسشون از نظر فقهی
هیچ حرمتی نداشته. ریختن خون اونها، اگر مسلمانی خون اونها رو بریزه قصاص نمیشه. اگر مالشون رو شما بدزدید حقی رو ضایع نکردید. میتونن زنانشون هم حتی در شرایطی به کنیزی و اسارت بدید. در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها و نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. بعد میگه همه مؤمنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند. وقتی شما دارین میگین که اینها منحرفن، اینا ضد اسلامن، اینا کافرن، اینا نجسن، در حقیقت شما هیچ فاصله چندانی با اعمال خشونت فیزیکی ندارین. یعنی آقای خمینی که خودش نرفته چاقو تو شکم سلمان رشدی بزنه، ولی اون فتوایی که میده موجب میشه که یک جوانک نادانی اون کار رو بکنه. آقای خامنه‌ای میگه که آنها نجس، یعنی بهائیان، ازشون پرسیدن، بهائی بسیاری در منطقه ما هستن، رفت آمد زیادی با خانه ما دارن، ما چیکار کنیم؟ آقای خامنه‌ای میگه آنها نجس و دشمن دین و ایمان شما هستن، پس فرزندان عزیزم جدن از آنها بپرید. آیت الله بهجت این فرقه رو نجس و کافر میدونه، آیت الله مکارم این فرقه رو نجس و کافر میدونه، آقای فاضل لنکرانی کافر و نجس میدونه، آقای نوری همدانی. اصلا امکان نداره که شما تصور کنید یک کسی، یک آدم بسیار بسیار سنتی مثل حلبی که خودش رو موظف میدونسته به این که تابع مراجع باشه، هیچ رأی متفاوتی از این نداشته. خب بنابراین اگر شما بهائیان رو کافر بدونید، من نمیدونم آقای صدری با چه توجیهی میگن که ایشون با اعمال خشونت علیه اینا مخالف بود. این اولا. ثانیاً بهائیان یه بخش انجمن حجتیه، یه بخش مهمی از کارنامه خودشون رو نه آشکار میکنن، نه بهش اعتراف میکنن و نه به اصطلاح خودشون رو موظف میدونن که در برابر اون پاسخگو باشن. ببینید در 100 سال پیش یک فیلسوف بزرگی به نام مارتین هایدگر که بعضی ها او رو بزرگترین فیلسوف بعد از کانت میدونن، به خاطر اینکه به عضویت حزب نازی درآمد، 100 سال عالم آدم در جهان فلسفه و اندیشه دست از گریبان او بر نداشته و او رو برای کاری که کرده مسئول میدونه. هایدگر هر یه دونه پشر هم نکشته، ولی یهودی ستیزی به او چیزی نیست که شما بتونین به راحتی از کنارش بگذرین و مسئولیت او رو از مسئولیت بری بدونین. چیزی که برای من عجیبه، یا آدم های مثل آقای فروش، آقای صدری و دیگران که آدم های بسیار شریفی هستن، آدم های با اخلاقی هستن، چطور در قبال این عقاید هیچ احساس مسئولیت نمی کنن؟ و مثلا آقای سروشی جوری صحبت میکنه از جزوه های ردیه های حجتی علیه بهائیت که انگار از یک نوشته های علمی صحبت میکنه، در حالی که این ردیه های حجتیه یک سری مجموعی از مثلا دفاعیات بسیار عوامانه است. خود آقای حلبی بسیار آدم عوامیه، انقدر که به خواب اعتقاد داشت به ریاضیات باور نداشت. چطور اینا در چه چیزی در اینا میبینن که همچین ستایش های عجیب و غریبی میکنن و به این ناسازگاری بین اخلاقی که ازش سخن میگن با این جور روی کرده با پیروان یک آیین دیگری هیچ توجهی ندارن؟ خب این خیلی تلخه و این نشون میده که ما عادت کردیم به این موضوع. ما شیعیان عادت کردیم به سنی ستیزی، به لعن خلفای راشدین، به توهین به مقدسات ادیان دیگه، به طلبکاری. وقتی شما، من گاهی این کتابهای ملل و نهل رو میخونم، مثل پرونده های وزارت اطلاعات میمونه. یعنی همش انگار که هر عقیده که با عقیده خودشون مخالف نیست، چنان در مذمت اون اسب فصاحت رو در میدان بلاغت میتازونن که اگر در دسترس باشن قطعا سر اونها رو سر میبرن. این نفرت پراکنی فرقه‌ای، نفرت فرقه‌ای، تکفیرها و تفسیقها و طردهایی که در فرهنگ به اصطلاح ایرانی و اسلامی وجود داشته حتی قبل از اسلام، یک عادت برای ما.
یک تبدیل شده به یک کاری که جزء طبیعت ثانویه ما شده و انگار که قباحتی نداره، انگار که با مخالف عقیدتی کسی رو که عقیده مخالفی داره با ما به اصطلاح بطلان عقیدش رو از پلیدی ذاتش بدونیم، یعنی چون عقیدش خطاست پس خودش هم آدم پلیدیه. این ارتباط بین شخص و نظرش، عقیدش، یک نوع برخورد بسیار بسیار وحشتناکی که ما به ویژه در زندگی اجتماعی و در زندگی سیاسیمون داریم. ما فکر میکنیم اگر من با اصلاح طلبی مخالفم، اگر به نظر من این حکومت اصلاح پذیر نیست، پس هر کس که اصلاح طلبه یا آدم نادانیه یا آدم به اصطلاح سوء نیت داره، آدمی است که داره دستش به دست جمهوری اسلامی در یک کاسه است. اگر مثلا من از یک کسی، من طرفدار شاهزاده پهلوی هستم، اگر کسی چنین نیست یا نقد میکنه یا مخالفه، حتما این آدم یک آدم بدذاتی است، یک آدم پلیدی است و بدخواه و دشمنه یا اینکه آدم احمقیه. این بسیار خطرناکه، یعنی اختلافات عقیدتی رو تبدیل میکنه به خصومت‌های بین آدم‌ها و این یک سنت وحشتناکه. ما نمیتونیم بپذیریم که یک کسی عقیدش با ما مخالف باشه و از نظر من خطا باشه ولی خودش آدم بدی نباشه. آدم‌های قرار نیست که کس آدم‌ها معصوم باشن، بنابراین همه آدم‌ها سرشارن از عقاید باطل بدون اینکه آدم‌های بدی باشن و بسیار از آدم‌ها میتونن حرف‌های درستی بزنن، عقاید به اصطلاح دیدگاه‌های معقول و موجهی داشته باشن بدون اینکه آدم‌های لزوماً از نظر اخلاقی شایسته‌ای باشن. یک عالم ما دانشمند و فیزیکدان و حتی کسانی که اهل فلسفه بودن داریم که در زندگی شخصیشون به هیچ وجه آدم‌های نبودن که از نظر اخلاقی و از نظر اجتماعی پذیرفته باشن. پس اینو باید از همدیگه جدا کرد و در نظر داشت که جامعه که ما در ایران می‌خوایم بسازیم، جامعه‌ای است که ساخته میشه از مجموعه عظیمی از آدم‌هایی که همه عقایدشون باطله. یعنی از نظر هر کدوم از اینا باقی عقاید باطله. ما قراره با انسان‌های واقعی که سرشار از عقاید باطلن مثل خودمون زندگی کنیم. قرار نیست ما با آدمایی زندگی کنیم که مثل ما فکر می‌کنن. بنابراین ما از اینکه با خرافات مبارزه کنیم و از اینکه بخوایم مردم رو به راه راست هدایت کنیم و حقیقتی که خودمون باور داریم به اسم علم و مدرنیته و عقلانیت و نمیدونم خوب و بد اینو تحمیل کنیم به مردم، از این باید دست برداریم. جمهوری اسلامی محصول فرهنگ سیاسی ریشه‌دار ماست که به آدم‌ها اجازه میده حقیقت خودشون رو معروف بدونن و دیگران رو به او امر کنن و اون چیزی که نمیپسندن منکر بشمارن و مردم رو از او باز دارن. هیچ حرمتی هم برای اراده و آزادی انسان‌ها نشناسن. خب این بذارید من مقاله آقای صدری میگه که آقای در پایان این مقاله میگه از the leaders of Hojati ever committed to a non-violent persuasive strategy in dealing with Baha'is. یه استراتژی انجمن این بود که کاملا به شکل اقناعی و غیر خشونت‌آمیز در با بهائیان رفتار بکنه و the association did not take part in persecution of Baha'is in post-revolutionary Iran. و این انجمن در اعدام بهائیان پس از انقلاب هیچ نقشی نداشت. آقای حلبی خودش کسی بود که از
خشونت رو نمیپسندید و بارها و بارها پیروانش رو هشدار داد که دست به خشونت نزنن. This is not the way, this is not our way. این روش ما نیست، این راهش نیست و این راه ما، روش ما نیست. خب بله، آقایت همچین چیزی گفت. اولا که نمیدونیم راست گفته یا نه، به دلیل اینکه خب کسی که تغییر رو، مثل آقای خمینی که معتقد دروغ گفتن برای حفظ نظام واجبه، خب چنین کسی که خودش رسما میگه من اگر لازم بدونم دروغ میگم، آقای حلبی هم اگر لازم بدونسته تغییر میکرده. بنابراین گفتن این که ما میخواییم با بهایی برخورد فیزیکی کنیم خلاف قانون بود و به مناسبات اونها با دربار آسیب میزد و اونها رو با موانع به اصطلاح دولتی و قانونی مواجه میکرد و کار به اصطلاح دولت پهلوی رو برای حمایت از اینها دشوار میکرد. بنابراین اگر هم همچین چیزی بوده باشه و واقعا هم متعهد باشن و همچین چیزی، کاملا مصلحت اندیشانه بوده نه از روی اعتقاد و باور. و مهم این هست که انجمن حجتیه به صورت سیستماتیک طی چند دهه قبل از انقلاب از آزادی کامل برای انسانیت زدائی از بهائیان، برای به اصطلاح نفرت پراکنی علیه بهائیان، برای توجیه هر گونه سلب حقوق مدنی و شهروندی و انسانی بهائیان فعالیت کرده، تبلیغ کرده. من نمیدونم چطور تبلیغ یک کاری دست کم گرفته میشه. آقای سروش یه سخنرانی داره راجع به آزادی بیان که چند توجیه میکنه به اصطلاح اینکه اندیشه آزاده ولی بیان آزاد نیست. یعنی به بیان به هر حال اهمیت میده. من با دیدگاه ایشون موافق نیستم، ولی ایشون معتقده که بیانی که مثلا فرض کنید علیه پیامبر کاریکاتور میکشن، نمیدونم طنز مینویسن، دشنام میدن، یا وقتی که پاپ بندیکت 16 هم که من دیروز اشتباه گفتم در مورد اسلام گفت که اسلام دین خشونته، آقای سروش نامه نوشت، نمیدونم براشفت، برافروخت. خب مگه چی گفته اون؟ اون تبلیغ کرده. وقتی که ما تبلیغ مسیحیان علیه اسلام رو اینقدر بهش واکنش نشون میدیم و به هیچ وجه از کنارش نمیگذاریم، چطور شما تبلیغ علیه یک گروهی رو که عقایدی دارن که متفاوته با شماست و اصلا بدعته، باطله، شما این رو مجاز میدونی؟ حالا اون زمان من مثلا نیست، در اون زمان فضا اونطور بود. این که الان آقایون این کسانی که در انجمن حجتیه بودن همچنان چنان ستایش برانگیز از انجمن و رهبرش رو که یک روزخون به اصطلاح خوش صدایی بیش نبوده، از او چنان با تحسین و به اصطلاح تکریم سخن میگن و از این مسئولیتی که برای در قبال به اصطلاح گرایشش رو به انجمن داشتن و بعد از انقلاب امتیازی که داشتن در استفاده از این شبکه، حالا به این هم میپردازم، این مسئولیت ناپذیری واقعا آزاردهنده است از کسانی که از اخلاق سخن میگن و خودشون رو روشنفکر و نواندیش میدن. ولی بودن در انجمنی ها هم قبل از انقلاب کسایی که آمدن و رفتن، یک جور آمدن یک جور رفتن، و هم بعد از اینکه در سال 1364 آقای حلبی دستور داد که فعالیت های انجمن متوقف بشه، همون زمان هم اونها به راه های گوناگونی رفتند و پراکنده شدند. منتها شبکه اینها مهمه، مثل گفتم چپ هاست، مثل توده ای هاست. اینها کسی مثلا خرازی، کسانی مثل علی اکبر پرورش، کسانی مثل آیت الله خزعلی، اینها کسانی بودند که به هر حال از چهره های شناخته شده انجمن بودن و با اینکه دیگه از حلبی و انجمن به طور آشکار دفاع نمی کردن و به اون پیوند نداشتن، ولی
این به اصطلاح یک ارتباط مثل در حقیقت یک کلاب بودن، یک نتورک بودن، همدیگر حمایت میکردن به این که از امتیازهای نابرابر در جمهوری اسلامی استفاده کنن کمک میکردن. کسانی مثل همین خرازی، با معلوم نیست بر چه مبنایی کمال خرازی یک کسی مثل صادق خرازی رو مثلا به جوان 25 ساله که حتی دیپلم هم نداره میاردش در نمایندگی ایران در سازمان ملل میگماره. یعنی این روابط خانوادگی و دوستانه یک به اصطلاح کاست قدرت رو در جمهوری اسلامی وجود میارد. آدم های معتمد، آقای خمینی چطور به آقای سروش اعتماد کرد بعد از اینکه آقای سروش زیر نظر آقای مطهری این کتاب نهاد ناآرام جهان رو نوشت؟ یعنی یک اعتمادهای شخصی است که باعث میشه که اینها به اصطلاح از مراتب قدرت بهره مند بشن. این رو من راجع به آقای صدری اصلا متوجه نمیشم که با در چه نظام اخلاقی یا فکری همچه چیزی رو توجیه میکنن. بسیار خوب. خب الان انجمن حجتی در چه حاله؟ انجمن حجتی بعد از آقای حلبی همطور که عرض کردم از هم پاشید، اما به شکل هسته هایی از انجمن خودشون رو بازسازی کردن و یک کسی بود به نام سید حسن افتخارزاده سبزواری که میگفتن آقای حلبی قبل از اینکه از دنیا بره او رو جانشین خودش اعلام کرده بود و یک شورای 5 نفری رو ساخته بودن که او در حقیقت رئیس این شورا بود و اسم 3 نفر دیگر از اونها رو اصغر صادقی، جواد مادرشاهی و سجادی مین که اسمش که شناخته شده نیستن گفتن و گفتن نفر پنجم اسمش رو اعلام نکردن، به اصطلاح ناشناس مونده. بعد طبیعتاً به دلیل اینا کاملاً فعالیتشون زیرزمینی بود، اینها خود این افتخارزاده رو چند بار گرفتنش به خاطر اینکه علیه آقای خمینی ظاهراً صحبت کرده بود. حالا صحبت هم که میگیم کرده بود نه در یه جای عام، توی خونه یه فضای بسته ای و میگن که در سال 67 به دلیل توهین به شهدای جنگ و انقلاب مدت کوتاهی بازداشت شد. اینها آدم‌هایی نبودن که به هیچ وجه به اصطلاح مخالف ضد رژیم به شمار بیان. آدم‌هایی بودن که آقای خمینی رو ولایت فقیه قبول نداشتن، جمهوری اسلامی رو از نظر مذهبی قبول نداشتن و اکثر آخوندها همین جوری بودن و همین جوری هم آخوندهای سنتی هستن و صرف اینکه قبول نداشتن آقای خمینی رو دلیل نمی‌شد که در هیچ گونه فعالیت عملی علیه رژیم وارد بشن و برای تضعیف حکومت مشارکت بکنن. خب آقای اصولا شیعیان گفتم در قرن 20 3 تا دشمن داشتن، یکی کمونیسم بود، یکی وهابیت بود و یکی بهائیت. روحانیت سعی میکرد که هم بهائیت رو و هم وهابیت رو به یک سازمان سیاسی بدونه، یعنی انکار میکرد که اینها یک به اصطلاح پیروان یک دین هستن، خصلت دینی این جماعت رو کاملا منکر میشد و میگفت اینها یک سازمان سیاسی ساخته انگلستان هستن برای از بین بردن اسلام. هم راجع به بهائیت هم راجع به وهابیت همچین اعتقادی داشت، منتها بهائیت رو نه تنها به اصطلاح برساخته انگلستان میدونست که حتی در پس او اسرائیل رو هم میدونست و از ارتباط آنها با اسرائیل رو یک ارتباط بسیار کلیدی و خصمانه علیه موجودیت جمهوری اسلامی میشناخت. خب در چنین حالتی شما میخواین هر کس رو از بین ببرین، کافیه بهش بگی حجتیه. وقتی از حجتیه همچین چهره کریهی ساختین،
کافیه که با یه کسی بد باشی، مثل کلمه زندیق یا کلمه رافضی. یعنی پدر بزرگی من میگفت که در روستاشون میگفت که یه کسی بود زورگیر بود، وقتی که مردم میومدن گندماشون رو میدادن به آسیابان، وقتی آسیاب میکردن و گونی های آردو میبردن، سرارشون بایی میستد میگفت دو تا از این گونی ها رو بده به من. صاحب آردو میگفت برای چی؟ میگفت که به خان فوش دادی. خب اینم میدونست که اگر این دوتا کیسه رو نده او میره به خان و به دروغ چغلیشو میکنه و بعد این باید چوب فلک بخوره. جمهوری اسلامی هم همینطور بود، متهم کردن آدم ها به فساد، به فساد جنسی، به فساد مالی، به فساد اخلاقی، به فساد چی. و بسیار روحانیان بسیار سرشناسی مثل امید نجف آبادی، مثل سید عبدالرضا حجازی، اینها متهم شدن حتی به ارتباط جنسی با مردان، که مثلا امید نجف آبادی یک کسی بود که در قم اسفار درس میداد و عبدالرضا حجازی یک خطیبی بود که از نظر محبوبیت در ایران بعد از آقای فلسفی بود، ولی اینها رو چون از نظر سیاسی با اینها به اصطلاح زاویه پیدا کرد، به راحتی متهم کرد اونها رو به لواط و زنا و نمیدونم فسق و رابطه با اسرائیل و آمریکا و جاسوسی و همه، و به طور فیزیکی اونها رو از بین برد. بنابراین حجتیه تبدیل شد به یک چیزی که یه فوش و یک برچسبی که راه رو آسون میکنه برای سرکوب. به همین دلیل هست که حجتیه خیلی بیش از اونچه که در واقعیت وجود داره بزرگ نمایی شده و گرایش های حجتیه همه به اصطلاح تقلیل پیدا کرده به مخالفت با آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای خودش شخصا یک آدم آخرالزمانیه، یعنی یک کسی است که معتقده به این هست که باید، خب راجع به بهائیه که میبینید مثل انجمن حجتیه فکر میکنه و برعکس انجمن حجتیه دستش به خون بهائیان آلوده است و برعکس انجمن حجتیه به اصطلاح تبعیض قانونی و غیر قانونی علیه بهائیان افتخار میکنه و دفاع میکنه و یک جامعه بسیار پرشماری از شهروندان ایران رو هدف غیر انسانی ترین سرکوب ها و فشار ها قرار داده. بنابراین از نظر فکری با انجمن فرقی نمی کنه. ایشون معتقد هست که باید حکومت اسلامی درست بشه، یعنی باید یک حکومت، یعنی وظیفه کسانی که منتظر امام زمان هستن این هست که یک حکومت جهانی تشکیل بدن و با تشکیل یک حکومت جهانی است که میتوان زمینه ظهور امام زمان رو فراهم کرد. سید قطب که به اصطلاح مراد و مرشد و مربی آقای خامنه‌ای هست، یک کتاب کوچکی داره به نام المستقبل لهذا الدین، یعنی آینده در اذان اسلام است. آقای خامنه‌ای سال 45 این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. در ترجمه این کتاب آقای خامنه‌ای به روشنی دیدگاهش رو درباره ضرورت جهاد و امر معروف برای تشکیل حکومت جهانی اسلام بیان میکنه و معتقده که کسانی که برای حکومت جهانی اسلام مبارزه نمیکنند، اینها مسلمان‌های واقعی نیستن. مقدمه این رو بخونید و ببینید که نظر این سید جلیل القدر چیست. ایشون مسلمان بودن رو منوط به تشکیل به جهاد در راه تشکیل حکومت جهانی میدونه، یعنی یک آدمی است که به اصطلاح کاملا ذهنیت توتالیتر، ذهنیت کاملا اکسپنشنیست و به اصطلاح اقتدار گرایانه‌ای داره، خیلی به مراتب بدتر از حلبی ها. ولی در همین راه هر کس که از او پیروی نکنه او رو به راحتی به ارتباط با انجمن متهم میکنه. آقای
خامنه ای حالا بعدا در روی ایشون صحبت خواهم کرد که با دوستان خودش چه کرد، دوستان بسیار نزدیکش رو و حتی همفکرانش رو بر سر حسادت و کینتوزی و به اصطلاح رقابت های بسیار بسیار شخصی از بین برد، جانشون رو گرفت یا اونها رو به حاشیه روند. آقای خامنه ای بسیار آدم چیزی هم مثل حسودی هم هست، بسیار حسوده و این حس اعتماد به نفس بسیار شکننده ای او باعث میشه که به سرعت حسادتش نسبت به افراد حتی به نزدیکانش برانگیخته بشه. خب ما یک ساعت حدودا صحبت میکنیم ولی باز من فکر میکنم که نکته های مهمی هست در مورد این آخر زمان گرایی که باید خوبه یک جلسه. من بهائیت و بابیت رو شاخه از تشیع نمیدونم، برآمده از تشیع میدونم. گفتن شاید آقای حلبی برخلاف فتاوای مراجعی که شما بیان فرمودید و بیانگر اعتقاد به کفر فقهی بهائیان است، تنها به کفر کلامی بهائیان اعتقاد داشته. فرق کفر کلامی و فقهی چیه؟ همچی چیزی من نشیدم. گفتن که کدام مراجع تقلید تهمت زدن به مخالف را مجاز می دانند؟ آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی و آیت الله مؤمن. و به بحثی که راجع به بین آقای مؤمن و آقای کدیور هست مراجعه بکنید تو اینترنت. گفته چی آقای خلجی چی شده بعد از چند دهه یاد این حرف ها آمدید؟ شما تازه رسیدید جناب، شما تازه رسیدید، یک مقداری نفس بگیرید بعد میتونید ببینید که کی ما وارد این بحث ها شدید. خب یکی دو تا از نکته هایی که نخوندم بخونیم. پس اون دوستی که منو به من نقد داشت که من انتقاد من به جا نیست به مقاله آقای صدری، فکر کنم که قانع شد. چطور انجمن توانسته موجودیت خودش رو حفظ کنه؟ اصلا موجودیت خودش رو حفظ نکرده به هیچ وجه. انجمن تبدیل شده به صدها تکه و بسیار در افراد و حلقه های بسیار متنوعی پراکنده شده. چیزی به نام انجمن حجتی دیگه وجود نداره به اون معنی. الان ما حالا صحبت میکنم گرایش های بنیادگرایانه بسیار خطرناکتری از انجمن حجتی داریم که حتی به اصطلاح در میان اهل سنت. یک بار من راجع به اصطلاح گسترش سلفیزم در ایران حتما صحبت خواهم کرد. گفتن الان بحث در مورد انجمن حجتی چه سودی برای ما داره؟ سود بسیار مهمی داره به دلیل اینکه گرایش های آخرالزمانی با تمام تنوعی که دارند بنیاد ایدئولوژی های مدرن هستند. بنابراین ما در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی و در علوم انسانی قلمروهای متفاوتی رو داریم که مخصوص پژوهش درباره آرمان شهر باوری، به اصطلاح مهدی باوری، مسیحا باوری، منجی باوری، هزاره باوری و آخرالزمان گرایی. ما چون نمیدونیم این مسئله آخرالزمان گرایی چقدر مهمه، اهمیتش رو نمیدونیم. جمهوری اسلامی اگر میدونستیم که یک به اصطلاح حرکت انقلاب اسلامی یک انقلاب آخرالزمانی بود، خیلی بهتر جمهوری اسلامی رو شناخته بودیم. حرفای آقای خمینی رو بهتر میفهمیدیم، حرفای آقای خامنه‌ای رو بهتر میفهمیدیم، ایدئولوژی اسلامی رو بهتر درک میکردیم، رابطه بین ایدئولوژی اسلامی و کمونیسم و مارکسیسم رو بهتر میفهمیدیم. اینکه آقای خامنه‌ای و آقای خمینی به راحتی با حکومت‌های به اصطلاح کمونیستی ضد خدا میتونن رابطه برقرار کنن اما نمیتونن با غرب لیبرال ارتباط عادی داشته باشن، راز اینها رو میفهمیدیم. بنابراین موضوعی است که ما در فهمش بسیار کوتاهی کردیم و بسیار هم آسیب دید. انجمنی ها با سواد و با رفتاری درست یافتم. عرض کردم که انجمنی ها ما داریم راجع به هزاران نفر آدم صحبت، ده ها هزار نفر آدم صحبت میکنیم.
آدم هایی هستن که همونطور که گفتم جزء طیف تحصیل کرده بودن و همونطور که گفتم پدر من هم بسیار آدم شریف و با سواد و با اخلاقی است، او هم بوده. بنابراین من به هیچ وجه راجع به شخصیت افراد قضاوت نمی‌کنم. سوال مخاطبا، کدوم سوال من جواب ندادم؟ گفتن چرا ما کم و بیش و ناخودآگاه مانند پدرانمون میاندیشیم. حتما راجع به یک جلسه صحبت خواهم کرد. طرز فکر ما چیزی نیست که ما اختیاری انتخاب کنیم و تغییرش بدیم. ریشه منجیگری در اپوزیسیون هم هست؟ بله بله قطعا بله. الان آقای شاهزاده رضا پهلوی نقش امام زمان رو بازی میکنه که می آید و میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند و طبیعتاً یه اعتقاد تبدیل شده به یک اعتقاد مذهبی. نقش اعتقاد به وحدت وجود در عقاید سیاسی خمینی را چگونه ارزیابی میکنید؟ یه بار دیگه راجع به اصطلاح دید یا درک سیاسی آقای خمینی از عرفان یا درک عرفانیش از سیاست حتما صحبت میکنم. لطفا نظرها و نصایح هایی که به این عربی میدین مستند باشه. منظورتون چیه؟ گفتن سیطره حکومت های ایدئولوژیک در منطقه جغرافی خاورمیانه به نسبت بقیه دنیا در چیست؟ نه اینطور نیست که خاورمیانه به طور خاص ایدئولوژیک تر باشه. نه به اصطلاح ادیان خاصی در خاورمیانه یا در سرزمینی که به تمدن بین النهرین تعلق داشته یک نوع ادیان خاصی رو به وجود آورده که متفاوت از دیگر نقاط جهان هست و حالا بعدها راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم. چرا در مورد جنایات اسلام حرف نمیزنید؟ بله منظورتون از اسلام چیه؟ این کسایی که من اسمشون بردم اعدام میکنن و میکشن و فتوا میدن اینا ربطی به اسلام نداشتن؟ اسلام خودش یعنی به نظر شما یک موجودی است که مستقل از مسلمان ها وجود داره و کارایی میکنه؟ بله گفتن که آن چیزی که در مورد مال و جان و ارض باشه دیگه اون تقیه نیست. استراره، نمیدونم از کجا میرین حرف رو. مراجعه بکنید به کتاب آقای باقی، از اونجا میارم. مراجعه کنید به کتاب حزب قائدین زمان در شناخت انجمن حجتیه، ایشون مفصل توضیح دادن. در مورد مشرف آقای عرفانی آقای خمینی هم توضیح خواهم داد. میرباقری، ببینید میرباقری هیچ طرحی از سوی آقای خامنه ای از سوی حکومت برای اینکه میرباقری رو در فهرست نامزدهای رهبری قرار بدن وجود نداره. تمام این حرفا شایعه است. اینکه افراد چی میخوان، احمدی نژاد مترصده که آقای خامنه ای سرش رو بذاره زمین و یه بخشی از قدرت رو به دست بگیره، یعنی میخواد قالچاق کنه، منتظره، یعنی پاشنه گیوهش رو کشیده نیمخیز نشسته پشت در به محض اینکه بوی الرحمن از آقای خامنه‌ای آمد وارد میدان میشه و آدمی نیست که کوتاه بیاد. الان کسانی بسیار زیادی هستن که آینده سیاسی خودشون رو در اون خلأ قدرتی میبینن که بعد از مرگ آقای خامنه‌ای به وجود خواهد آمد. این که حتی اونچه آقای خامنه‌ای میخواد تحقق پیدا بکنه، آقای خامنه‌ای اونچه میخواد لزوما تحقق پیدا نخواهد کرد. هیچ کس آرزوهاش تضمینی برای تحققش نیست. بنابراین حتی آقای خامنه‌ای، حتی مجلس خبرگان میتونن هزاران برنامه بریزن و نقشه بکشن، هیچ کدوم از اونها در عمل به وقوع نپیونده. آقای میرباقری بله دماغ پربادی داره و سودای رهبری در سر میپروره. آدمی است که همچین به اصطلاح موقعیتی برای خودش قائل هست و خودش رو شایسته میبینه که خلیفه مسلمین بشه. اما آیا میتونه یا نه، او باید بره در صف. لزوما لازم هم نیست که رهبر بشه. کسانی که در پشت پرده هستن، مثلا فرض کنید کسانی که فتوا صادر میکنن برای وزارت اطلاعات، برای قتل‌ها، کسانی که حتی کسانی که در خیابون‌ها در جریان این اعتراض‌ها پلیس اینا رو میکشه، اینا با فتوا کشته میشن.
اینا که به چشمشون شلیک میکنن، اینا با فتوا کشته میشن. اینا همه کسایی که اعدام میکنن، شکنجه ها، ظلم ها، نقض حقوق به اصطلاح مخالفان، اعدام ها، سربریدن ها، قتل های زنجیری، تمام با فتواست. این فتوا از آدم هایی مثل میرباقری و مصباح میاد که ظاهرا هیچ مسئولیت قضایی و امنیتی هم ندارن. نظر در مورد نشانه های آخر زمانی که حضرت محمد گفتن چیست؟ نه دروغ نیست به هیچ وجه، ولی متفاوت و بعد یک مدت دیگری صحبت کنیم. گفتن که شما فرق طب اسلامی و طب سنتی رو نمیدونید، لطفاً اصلاح کنید. چرا فکر میکنید که نمیدونم؟ آقای خامنه‌ای بین سالهای 43 تا 56 از انقلاب حرف زد مطلقا. و بسیار خوب، امیدوارم که دوستان رو ملول نکرده باشم. بله، جریان میرباقری در سپاه خیلی نفوذ داره، در اطلاعات خیلی نفوذ داره. بعد بله، اون موقع که من با آقای میرباقری در جوانی رابطه داشتم، آقای میرباقری یک طلبه معمولی بود. الان این آقای میرباقری که الان میبینید که نبود، که یک طلبه بود که اون موقع به اصطلاح اینا این یال و کوپال امروزی و قدرت امروزی رو نداشتن. از دوستان سپاسگزارم. فکر میکنم اگر مناسب بود این یک جلسه دیگه راجع به اصطلاح این جریان های آخر زمانی امروزی بگذارم، ولی همطور که قول دادم راجع به شخصیت آقای خامنه ای هم و زندگی خصوصیش هم دو سه جلسه صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، سپاسگزارم، وقتتون بخیر، تا نوبتی دیگر.